بینندگان عزیز سلام، مجدد خدمت شما. خبر خوب این که با خانم محمد نژاد هستیم و ایشون اولین بار هست که در تلویزیون مردم در برنامه کانون آوا شرکت میکنن. من بهشون خوش آمد میگم و ضمن سلام از ایشون میخوام که با ما صحبت کنن، یه مقداری در رابطه با خودشون به طور خیلی خلاصه زندگی نامشون رو بگن و بعد برنامه رو پی میگیریم. بفرمایید خانم محمد نژاد. زمنان برنامه شما رو من قبلا از طریق ویدیو و اون مصاحبه‌ای رو که داشتید با دیگر بانوان دیدم، خیلی کار قشنگ و خوبی بود، از این لحاظ بهتون تبریک میگم. بفرمایید. خیلی ممنون. باز من نژاد هستم. از سال 1366 به این سازمان، یعنی در واقع با این سازمان آشنا شدم. من از طریق بولتنایی که اون موقع توی ایران پخش می شد در واقع یه آشنایی کوچیکی با سازمان پیدا کرده بودم. از همون روزای اول که وارد پایگاه مرزی توی شهر وان ترکیه شدم، فهمیدم که اون آزادی‌های فکری و کلامی که در واقع تبلیغش واسه ما میشد وجود نداشت. در واقع من تو راهی وایستاده بودم که راه عقبگرد نداشتم و راه جلو من فقط تو همین خط میشد که خودم رو با این شرایط موجود در واقع تطبیق بدم. اولین سوالی که مسئول پایگاه توی ترکیه از من کرد این بود که شما چه فکری در مورد ازدواج مریم و مسعود میکنید و نظر شما چیه و زاویه دیدتون تو این رابطه چیه؟ و بعد به من گفتش که شما، شنیدم که موقع اومدن از مرز سوار اسب قاچاقچی شدید. خب من توضیح دادم که آره، پای من یخ زده بود، برف زیادی بود و یکی از قاچاقچی‌ها من رو سوار اسب خودش کرد. مسئول پایگاه اینجا به من جواب داد که تو اگه حتی میمردیم نباید سوار اسب قاچاقچی میشدی و اینکه شرایط اضطراری بود واسه ما کافی نیست. و به هر حال من اینجا فهمیدم که اون چیزایی که من فکر میکنم یا فکر میکردم حداقل وجود نداره. البته خب حرفا و خاطرات خیلی زیاده که من فرصتش اگه یه روزی بشه حتما بهشون اشاره خواهم کرد. خب بسیار ممنونم. شما لطف کنید در رابطه با موضوعاتی که امروز قرار هست در موردش صحبت بشه برای دوستان بیننده صحبت کنید. ضمن این که من به دوستان میگم که اگر پرسشی دارن یا نظری دارن میتونن با شما دوستان مستقیما تماس بگیرن یا با تلویزیون مردم از طریق شماره تلفن و ایمیل تماس بگیرن. ما این پیام ها و نظرات رو برای شما دوستان ارسال میکنیم و امیدواریم هستیم که در برنامه های آینده شما پاسخ بگید. بفرمایید، منم با دوستان مینشینم و گوش میدم به ماجراهای شما و نظراتتون در رابطه با سازمان مجاهدین. بفرمایید. ببینید، توی این سازمان افراد فقط و فقط ارزش ابزاری داشته بدارن. جداسازی های مثلا زن و مردها از همون روزهای اولی که من وارد سازمان شدم خب به طور خیلی مشخصی و بارز بود. مثلا اونجا به ما همیشه گفته می شد که شما نباید اشعه پخش بکنید، شما فقط و فقط اجازه دوست داشتن یک نفر رو دارید و این نفر فقط رهبر عقیدتی شماست. منظورشون از اشعه چی بوده؟ والا منم هنوز نمی سونم زیاد بهتون جواب. بله، اشعه در واقع واسه اینا زنا اشعه داشتن. به هر حال مردا رو در واقع ما باید خودمون رو جمع می‌کردیم که مبادا، البته خب خودتون بالاخره فکر کنم تو جریانش هستید، پوششی که توی سازمان بود پوشش کمی نبود، بالاخره ما روسری داشتیم، پوشش کامل داشتیم، ولی با این حال به ما همیشه این گفته می‌شد که شما اشعه دارین، یعنی در واقع مردا رو شما به سمت خودتون می‌کشین. به هر حال خانم‌ها باید حواسشون همیشه توی سازمان جمع می‌شد که این اشعه رو پخش نکنن و به ما گفته می‌شد که شما فقط و فقط اجازه دوست داشتن یک نفر رو دارین و این یک نفر هم کیه؟ به تبع رهبر عقیدتی شماست. نشست‌های روزانه و هفتگی، نشست‌های اجباری
که توی این سازمان خب مثل به قول معروف نماز واجب بود و اینکه توی این گزارشات باید شما حتما می نوشتین که من مسئله دارم. من یه روز برگشتم به یکی از مسئولای اون موقعی که خب تازه رفته بودم، گفتم آخه من نمیدونم، من مسئله ندارم. نه، تو مسئله داری و باید اینو بنویسی. و اونم چیه؟ تو مسئله جنسی داری. بین سالهای 66 و 68 که بچه‌ای که خب بودن یادشون هستش، اون دوران دوران ازدواج‌های اجباری توی خط سازمان بود که بعدش تبدیل به طلاق‌های در واقع اجباری شد. توی سازمان افراد باید اونقدر روزها کار میکردن که شبها توان در واقع فکر کردن دیگه براشون نمیمون. به ما اون موقع که خب بعد از حدود یه سال یه سال و نیم که من جزو کادرهای سازمان شده بودم، به ما گفته میشد که وظیفه شما اینه که تا حد مرگ از افراد به قول معروف کار بکشین، که این افراد وقتی که شب میان توی پایگاه دیگه به قول معروف جون فکر کردن رو نداشته باشن. موقعی که خانم بطل سلطانی به موضوع ارتباطات جنسی مسعود رجوی و بازنهای شورای رهبری اشاره کرد، راستش من به شخص خودم لازم نبود که زیاد در موردش فکر رو کنکاش کنم، چون یاد نشستای شورای مرکزی اون موقع افتادم. موقعی که به ما رده شورای مرکزی سازمان اعلام می شد، همین آماده سازی های فکری که شما همه مال مسعود هستید و اون تنها کسیه که به شما محرمه گفته می شد. مثلا تا این نشست هایی که اون موقع برای ما گذاشته می شد، در یکی از نشست ها که به قول معروف مسئول ما یکی از شورای رهبری بود، از ما پرسید به نظر شما مریم و مسعود با هم ارتباط جنسی دارن یا نه؟ خب من به نوبه خودم گفتم نه، چون وقتی که این مسئله برای دیگرون، وقتی که مسئول این مسئله رو برای دیگرون حروم میکنه و به قول معروف خودش هم رهبر عقیدتی اسم خودش رو میذاره، به طبع به نظر من برای نیروهایی که جونشون و تمامی چیزشون برای این فرد گذاشتن، نمیاد که خودش برعکس اون عمل کنه. اینجا بود که این خانومی که مسئول نشستای ما بود به من گفتش که نه، تو اشتباه میکنی. مسعود مریم از این نقطه جنسیت که ما هنوز توش غرقیم اونا اون عبور کردن و به همین خاطر اونا با هم رابطه جنسیشون رو دارن. و اگه شما میخواید که پا به جای پای مریم بذارین، باید به این نقطه وحدت و یگانگی مسعود برسید و به جز مسعود به هیچ مرد دیگه ای فکر نکنید. البته بازم من اون موقع هنوز اینا رو به قول معروف ایدئولوژیک میدیدم و فکر میکردم که ما باید از یک تنگی ایدئولوژیکی عبور کنیم. و اما بعدن که حرفای خانم سلطانی و همینطور افراد دیگه‌ای که من باهاشون صحبت کردم و خب دوست ندارن هنوز اسمشون اینجا گفته بشه، فهمیدم که پس اون موقع در واقع این یک مرحله آماده سازی بوده. تو اینجا باید بگم که ما در مورد رهبری حرف میزنیم که به جای دموکراسی و هدف مبارزاتی، هدف اصلی ایشون فقط و فقط ارضای خودش و خودخواهی های خودش و در واقع به نظر من عقده های شخصی خودش بوده و هستش. ببینین مثلا مقایسه خودش، یادم تو نشسته همیشه خودشو با پیامبران و اساتید برجسته دنیا مثلا لنین خیلی مقایسه میکرد. ببینین اینا همه بیان از نقطه ضعفی که این فرد همیشه میخواسته کمبودهای نفسی خودش رو در واقع و شخصی خودش رو با سلطه و دیگران در واقع به کرسی بشونه. مثلا از همبستگی با خانمایی که روزی زنهای مسئولای بالای در واقع سازمان بودن، احساس خودخواهی خودش رو اینجا ارضا کنه و اینکه نشون بده که ببینین همه چیز و همه کس مال منه. و اینجاست که در واقع میبینیم که برای ذهن بیمار این فرد در واقع هیچ بازدارنده اخلاقی و نفسی نمونده. ببینیم ما و اینجاست که آدم نتیجه میگیره که وقتی که فرد انقدر غرق تو خودشه، فدا کردن افراد دیگه، افرادی که الان مثلا توی لیبرتی و آلبانی هستن، به طب یک نازل‌ترین چیزی که واسه این فرد وجود داره.
و فرض کنین که ببینید واسه ایشون این مثل یک بازی شطرنج میمونه، چون چنین افرادی توی این مسیر باید باشن که ایشون موجودیت خودشو در واقع بتونه به بقیه نشون بده و حداقل به خودش. همونطور که میبینیم، ببینین سازمان با روش‌های مختلف و با دادن و خرج کردن و باج‌های هنگفت، ببینین سعی میکنه که افراد رو دور خودش جمع کنه. این تو حالیه که در حالیه که عواطف و احساسات نیروهای خودش واسهش هیچ ارزشی نداره. اون موقعی که تازه اعزام به خارج کشور شده بودم، موقعی که توی آلمان بودم، قرار بود یه کنسرت بزرگی به مناسبت عید توی پاریس اجرا بشه و وظیفه ما این بود که نیروها در واقع به قول معروف به اصطلاح هوادارا رو جمع کنیم و با خودمون به پاریس ببریم. من یادمه که چقدر ما خونه افراد میرفتیم و منتشون رو میکشیدیم که ببینین ما واسهتون ماشین آماده کردیم، ما واسهتون هتل آماده کردیم. حتی اینا پول تو جیبشون رو یادمه موقعی که توی مسیر بودیم میومدن هی از من میگرفتن. اینطوری سازمان ببینین افراد جمع میکرد که یک سیاهی لشکری داشته باشه که بگه ببینین من یک کنسرتی گذاشتم و چقدر افراد اومدن. یه خاطره خیلی راستش خودم هر وقت یادش میفتم خندم میگیره. اون شبی که کنسرت بود واسه یه به اصطلاح شرکت کننده ها و هوادارا سبزی پلو با ماهی درست شده بود و برای ماها که افراد سازمان بودیم ساندویچ درست کرده بودم و یکی از بچه ها اینا رو توی کیسه آبی زباله بزرگی ریخته بود و با خودش میکشون و ما رو که میدید میگفت بچه ها بیاییم واسه تون ساندویچ دارم. هنوز راستش یاد این موضوع میفتم، هم خندم میگیره و هم ناراحت میشن. ببینید این در حالی بود که خانم عزانلو با دخترش و پسر مسعود که اون شب توی این کنسرت حضور پیدا کردن، هزینه خیلی بالایی فقط واسه لباساشون صرف شده بود. همونطور که گفتم ببینین برای این فرقه استفاده فقط استفاده ابزاری از افراد بوده به هستش. این سازمان همیشه سعی در سوزندن ببینین ریشه عواطف و احساسات افراد داشته. من تازه که رفته بودم سازمان یک نامه ای از خانوادم واسه من اومد که یادم موقعی که این نامه رو خوندم خیلی طبیعیه که خب گریه کردم و سر همین گریه چقدر مشکلات من داشتم که و از اون به بعد دیگه هیچ نامه ای از خانواده من اینا به من ندادن. یادم میاد یه روز یکی از هوادارها توی پایگاه کلن بود که یه جفت کفش آورد واسه یه برادرش بفرسته. گفتش که آره شنیدم برادرم باهاش خیلی ناراحته، اگه بشه مثلا این کفش رو بهش برسونیم. یکی از شورای رهبری هم توی این اتاق بود که اسمش سعید شاهروخیه، برگشت گفتش که بله بله حتما ما این کار حتما واسه شما انجام میدیم. بعد موقعی که این خانم از در رفت بیرون، همین سعید شاهروخی برگشت، من هنوز کفش رو تو دستم بود، برگشت به من گفتش که کفش رو بنداز اون طرف، مگه ما پستچی شدیم اینجا؟ ببینید اینا ارزش در واقع اینم ارزشیه که به قول معروف هم نیروی خودش و هم هواداری که واسش به قول معروف ازش انتظار داره که واسش همه کار بکنه، ولی هیچ کاری حاضر نیستش که واسه اون هوادارش انجام بده. ببخشید یکی دو تا سوال هست. یکی این که شما گفتید افراد رهبری که همسراشون رو به اصطلاح، من فکر میکردم فقط آقای ابریشمچی هست که چنین فداکاری کرده و همسرش رو تقدیم کرده به رهبر، افراد دیگه هم بودن یا نه؟ و یکی از دوستان یک خاطره ای رو نوشته و از شما یه سوال داره. ایشون نوشته که یک بار یک خبرنگار خارجی به قرارگاه اشرف آمده بود و عکسی از خانم محمد نژاد گرفت و در خبرگزاری های آن موقع منتشر شد. چون ایشان بسیار زیبا بودند، این عکس خیلی در رسانه های مختلف دنیا صدا کرد. سازمان پدر خانم محمد نژاد را سر این موضوع در آورد. البته این عکس از این یکی از همه جا توسط سازمان جمع و پاک شد، یعنی به اصطلاح پاک برداشتن. آیا ایشان اون عکس را هنوز در اختیار دارند؟ شما ما عکسو داری؟ نه متاسفانه راستش من خودم هم دنبال این عکس بودم، چون توی یک روزنامه خارجی بود
که نه متاسفانه هیچ وقت پیداش نکردم. نه بله. خب حالا سوال دیگه، آیا افرادی به غیر از آقای مهدی ابریشمچی هم بودن که به اصطلاح به خاطر فداکاری زنشون رو تقدیم کرده باشن به رهبر؟ نه، اون حرفی که من داشتم میزدم، نه اینکه اینا دو دستی خودشون تقدیم کرده باشن واسه بکنم مسعود رجوی، نیازی به تقدیم کردن نیست، خودش همه رو به قول معروف میتونست داشته باشه. فکر کنم حرفای خانم بتول سلطانی رو هممون شنیده باشیم و موضوعی که وجود داشته با، چون بالاخره طلاقای اجباری که خب خیلی وقت توی سازمان پیش اومده بود، یعنی در واقع من خودم اون موقعی که توی سازمان بودم این موضوع پیش اومده بود و موقعی که هم که اشاره کردم ما به عنوان رده شورای مرکزی سازمان انتخاب شدیم، این سازمان در واقع مسعود داشت آماده سازیاشو برای همخوابگیاش داشت میکرد. البته میگم همونطوری که گفتم ما متوجه نبودیم، ما فکر میکردیم که این یک به قول معروف تنگه ایدئولوژیکیه، عبور از یک تنگه ایدئولوژیکیه. ببخشید من اینجا نمیتونم جلو خنده خودم رو بگیرم، چون شما وقتی میگید آمادگی خودش رو برای همخوابی، من برای یه لحظه فکر کردم آمادگی خودش رو برای حمله یا برای حرکات نظامی، ولی خیلی جالبه که رهبر یک سازمانی آمادگی خودش رو برای همخوابی باید آماده میشد و اعلام کرده. در رابطه با وضعیت کنونی افراد منتقل شده مجاهدین در آلبانی لطف کنید صحبت کنید، چون خانم زهرا معینی هم منتظر هستن و ضمن باز خوش آمد به شما، امیدوارم در برنامه‌های آینده وقت بیشتری رو بتونیم به شما بدیم تا شما از خاطراتتون صحبت کنید و امروز یه مقداری وقت کم هست، چون این به اصطلاح نعمت نصیب ما شده که 3 نفر از دوستان، اون هم از بانوان سازمان، با بینندگان باشن. بفرمایید وضعیت کنونی افراد منتقل شده در آلمانی. راستش من میخواستم اول اشاره به موضوعی بکنم که چند یه مدت پیش با یکی از بچه‌هایی که اومده توی آلبانی، با یکی از بچه‌هایی که در واقع حدود بگم 25 سال پیش با هم اونجا دوستایی خیلی صمیمی بودیم، یه مدت پیش باهاش ارتباط پیدا کردم و صحبت کردیم و تازه فهمیدم که ببینین سازمان تمامی اعتماد به نفس این افراد رو ازشون گرفته، یعنی در واقع این افراد شخصیت خیلی داغونی دارن و برای همین هم سازمان از این کمبود اعتماد به نفس سوء استفاده مضاعفی داره میکنه و نمیذاره که اینا بتونن به قول معروف از اونجا جدا بشن و بهشون داره همیشه شایع پراکنی میکنه که شما اگه از سازمان در واقع جدا بشین هیچ هویتی دیگه برای شما نمیمونه و حتی اونها رو مجبور به دروغگویی و اخاذی از خانواده هاشون و افرادی که میشناسن میکنه. یکی از افرادی که الان به آلبانی اعزام شده، البته خب هنوز با سازمانه، به دوست من که خواهر ایشون هستش زنگ زده بود یه مدت پیش و بهش برگشت گفت که 10,000 یورو پول لازم داره. موقعی که خواهرش گفت خب این 10,000 یورو شما واسه چی لازم داری، برگشت گفتش که آره یک عمل جراحی دارم که باید اونو انجام بدم. خواهرش گفت خب اوکی من میارمت اینجا، تمامی کارات هم میکنم، عمل جراحی هم اینجا انجام میشه. گفت نه 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 نه، تو فقط باید پول رو واسه من جور کنی. ببینین سازمان چجوری داره دیگه از روش های دیگه استفاده میکنه که بتونه از افراد به قول معروف پول بگیره. من فقط برای اینکه به قول معروف کلامو کوتاه کنم، تا آخر فقط خطابم به افرادی که توی آلبانی هستن و هنوز اسیر این فرقن و یا اگر قصد جدا شدن از این فرقه رو دارن و یا اولین قدم رو برداشتن به قول معروف، خودشون رو به کمیساریا بسپرن و از بند اسارت با سازمان کاملا بیان بیرون و این رابطه رو قطع کنن و اون موقع من بهشون قول میدم که خواهم دید که چقدر کارهاشون سریعتر پیش خواهد رفت. ماها فکر میکنم افرادی که بالاخره اینجا نشستیم و حرف میزنیم نمونه هایی هستیم که به طور بارز نشون میدیم که روی پای خودمون وایستادیم، موفق شدیم و بهشون قول میدم که اونا هم حتما موفق خواهند شد.
انشالله که توی فرصت‌های دیگه حتما بتونم بیشتر صحبت کنم. بسیار خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید. من بسیار از شما ممنونم. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم و امیدوارم در برنامه‌های آینده بیشتر از شما دوستان استفاده کنیم. مرسی. بله دوستان عزیز، با خانم همیرا محمد نژاد بودیم از آلمان، از ایشون تشکر میکنم و امیدوارم که دوستان در کانون آوا وقت بیشتری رو برای این دوستان در برنامه های آینده بذارن. اجازه بدید که بریم سراغ خانم زهرا معینی، ایشون قبلا هم در برنامه بودن، پس چند ثانیه با ما باشید و تحمل کنید و صبر کنید تا من این ارتباط رو برقرار کنم.